نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود بر بزرگواران. آموزش خوشنویسی رو آغاز میکنیم، تحریری رو. ما برای نوشتن باید صاف بشینیم، روی کاغذ خطدار بنویسیم. اگر خط نداره خودتون خط بکشید و روی کاغذ خطدار بنویسید. از مداد باید در آغاز بهره ببرید، از یه مداد خیلی ساده. بعد که خطتون بهتر شد میتونید از خودکار یا روان نویس استفاده کنید. من اینجا از یک خودکار بهره میبرم. ما برای نوشتن توی خوشنویسیمون شیوه ما به این شکله که دایره های تو خالی رو در نظر میگیریم. برای نوشتن الف 3 نقطه ارتفاع داره، مانند یک همزه میمونه که از دو طرف کشیدن و این رو بازش کردن. پس ابتداش به سمت راست متمایله، انتهاش به سمت چپ. 3 نقطه هم کشیدگی داره. بین هر حرف با حرف بعدی یا هر نشانه با نشانه بعدی، زمانی که توی یک واژه نیستن، یک نقطه باید بینشون فاصله باشه. ب رو که میخواییم بنویسیم، ب دو نو داریم، ب کوتاه و ب کشیده. ب کوتاه با زاویه 60 درجه شروع میشه، نیم نقطه با خط فاصله داره، کشیدگیش روی خط کرسی، انتهاش به سمت بالا عمود میشه. ابتدا و انتهاش 5 نقطه کشیدگی داره و ابتدا و انتهاش توی یه راستا هستن. نشیمنگاهش هم روی خط کرسیه. به این حروفی که ما مینویسیم نمیگن دوایر. دوایر اون دسته از نشانه ها توی خوشنویسی هستند که یه بخشی از اون زیر خط کرسی قرار میگیره و حالت منحنی دارن، که بعد بهتون آموزش میدیم، مانند نون، که این رو ما بعداً به شما آموزش میدیم. الف ب کشیده، یک نقطه با خط فاصله داره، با زاویه 60 درجه آغاز میشه، مینویسیمش و میاد از خط یه مقدار با شیب فاصله میگیره. ابتدا و انتهای اون یک نقطه با هم تفاوت ارتفاع دارن. کشیدگیش نگاه میکنیم چشمی، دو برابر به یک کوتاهه. 9 تا 11 نقطه کشیدگی داره. واژه نشانه بعدی داله. دال با انحنا از سمت دیگر، یعنی از سمت چپ ما آغاز میشه، یک نقطه کشیدگی این بخششه. بخش دومش میاد با زاویه 60 درجه میره روی خط، یعنی شیبش درست مانند اوناست. ابتدا انتهاش توی راستا نیستن، با یه خط کج به هم میرسن. گاهی ما دال رو دهانش رو کمی بازتر میکنیم، زمانی که میخوایم واژه در رو بنویسیم، زمانی که ر میخواد بیاد داخل دال قرار بگیره، میان دال باشه. اما نشانه ر مانند دال دو نقطه کشیدگی داره، با تکیه بر خط عمود شروع میشه، انتهاش با زاویه 60 درجه میاد میره روی خط مینشینه. حالا که همونطوری که میبینید دوستان بزرگوار، تمام اینا زاویه هاشون مانند همه و همین زیبایی رو توی خط ما ایجاد میکنه. زمانی که واژه در رو میخواییم بنویسیم، یعنی زمانی که نشونه ی ره میخواد بیاد داخل دال قرار بگیره، دهانه دال کمی بازتر میشه، ولی نوع نوشتنش همونه. ره میاییم از بخش دومش تنها بهره میگیریم به این صورت، یعنی اون قسمت اول، بخش اول که با تکیه بر خط عموده، اینجا رو نمینویسیم، این بخش دومش نوشته میشه که میاد روی خط. یک نقطه ارتفاع داره اینجا ره ما، میشه واژه در. خب واژه دیگه، نشونه دیگه‌ای که میخوایم بهتون بیاموزیم، کلاه آه. اگه ما این خط فرضی رو روی الف آمون در نظر بگیریم، با دو نقطه فاصله یه خط فرضی در نظر میگیم، دیگه از دو نقطه بیشتر یا کمتر نشه. کشیدگی اولش مانند همون ری که میخواستیم بنویسیم، ولی با خط کمی فاصله داره، میره بالا و میاد روی خط میشینه. نیم نقطه از بالا و نیم نقطه از پایین، اینا با هم تفاوت دارن. یعنی من اگه اینجا بخوام بنویسم به این شکل. خب دیگه بیشتر از این نباید باشه تفاوت ارتفاعشون. کمتر بود
تا این حدم خوبه، ولی دیگه از بین 2 تا 3 نقطه باید باشه، نه کمتر از 2 نقطه نه بیشتر از 3 نقطه. این فاصله بین آ و کلاه آ. خب حالا میخواییم با این نشانه هایی که آموختیم یک سطر نویسی داشته باشیم. به این خطی که تمام حروف روی اون میمونن میگن خط کرسی، نشیمنگاه حروف ماست، نشیمنگاه نشانه هاست و واژه ها. سطر نویسی همون یک خط رو که می نویسیم بهش میگن سطر نویسی. برای سطر نویسی شروعش میتونه یک کمی از خط فاصله داشته باشه. ما الان سطری رو به شما، گزاره‌ای رو به شما میگیم، جمله‌ای رو میگیم بنویسیم، تمرین کنیم که دست ورزی کنیم که این نشانه تمام واژه ها نشانه ها توش، این گزاره، گزاره ای که تمام نشانه ها توی اون جدا از هم نوشته میشن، به اینا میگن مفردات، نشانه ها به صورت جدا جدا. زمانی که ما اتصالات رو یاد میگیریم اون زمانیه که میایم واژه هایی که به هم میچسبن، پیوند میکنن، دارند با هم پیوند دارند رو بررسی میکنیم و خطش و خوشنویسیش رو میآموزیم. خب ادب آداب دارد. همونطوری که میبینید یکم از خط ما شروع گزارمونه فاصله میدیم. ادب توی یک واژه ما گفتیم هر نشانه با نشانه بعدی نیم نقطه فاصله داره، اما هر واژه با واژه دیگه 1 نقطه، یعنی این فاصله بیشتر از اینا باید باشه. آداب. حالا زمانی که 2 تا نشانه نشانه رو ما توی یک گزاره داریم، یکی رو کوتاه می نویسیم یکی رو کشیده، این دیگه برمی گرده به خودمون، می خواهیم چه زیبایی رو ایجاد کنیم. آداب دارد. خب دارد رو که می نویسیم دال رو میاریم این بالا. همیشه باید توی سطر نویسی یک یا چند واژه در انتهای، در پایان گزاره بیاد روی حروف پیشین بنشینه، یا حتی یه واژه بیاد روی واژه‌های پیشین بنشینه، برای اینکه از کج شدن سطر جلوگیری کنه. این آموزش روز آغازین روزمون بود. خواهش مندم هر جا هستید از اینا بهره ببرید و نمونه جزوی رو هم براتون، نوشتارم رو هم براتون میفرستم تا بتونید بهتر دست ورزی کنید و خوشنویسان بزرگی بشید در آینده. هر جا هستید سرخوش و تندرست باشید.